یکی از برجسته ترین آثاری که قرآن در ما باقی میگذاره که اتفاقا گمشده زمان ماست، اصلا کسی دنبال این اثر نیست، در حالی که شاید بتونیم بگیم بزرگترین اثر قرآنه. این اثر رو از قرآن کریم بخواهید و ببینید چه تحولی در شما ایجاد میشه. خودتون رو بسپرید به قرآن، بذارید قرآن در شما این اثر رو باقی بگذاره. کدوم اثر؟ قرآن کریم دنبال اینه که انسان خیال پرداز رو تبدیل بکنه به انسان واقع بین. این اثر قرآن. آقا قرآن میخواد ایمان ما رو بالا ببره؟ عزیزم ایمان نتیجه واقع بینیه. آقا قرآن میخواد صفای دل ما رو بالا، صفای دل نتیجه واقع بینی. واقع بینی همین چیزی که خیلی از دانشمندان دنبالش هستن و ادعاشو میکنن، بله همون. قرآن کتابی است که عملیات مفصلی به اندازه 6000 و اندی آیه نورانی با عظمت معجزه خدا نازل کرده که ما رو واقع بین کنه، در درجه اول. بعد چیزای دیگه، بعد ترسانه از خدا کنه، بعد عاشق خدا کنه. فداتون بشم، کی بیشتر عاشق میشه؟ کسی که واقع بینه. کی بیشتر احساساتی میشه و عشق میریزه؟ کسی که واقع بینه. چرا؟ در همین قرآن کریم میفرماید وقتی آیات قرآن رو برای گروهی خواندید، ببینی عشق میریزم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه معرفت به حق پیدا کردن. چون معرفت به حق پیدا کردن عشق ریختن. معرفت، حق، واقعیت. واقع بین که باشی میفهمی کسی ارزش دوست داشتن نداره، رها میشی. واقع بین که باشی میفهمی کسی ارزش اینکه ازش بترسی نداره. واقع بین که باشی میفهمی که هیچ آرزوی ارزششو که تو خودتو فداش بکنی نداره. واقع بین که بشی خیلی از رنگهای الکی تو دنیا جلوش چشمت از بین میره. حالا آدم واقع بین میفهمه چیزی تو این دنیا مزه نداره. همین که فهمیدی چیزی تو این دنیا دوست داشتنی وجود نداره، عاشق خدا میشی. مگه عشق به خدا چیه؟ حجاب باید بزنی کنار، مانع باید بزنی کنار. واقع بینی، منو خدا واقع بین کن، واقعیت رو ببین. آقا مگه واقعیت دیدن اینقدر سخته که اینقدر قرآن سرش هزینه کنه؟ رسالت اصلی قرآن تو میدونی خیلی سخت‌تر از این حرفاست. اون آزمایش شکست نور رو دیدید؟ شما چوب رو میگذارن توی آب، یه دفعه تو کج میبینید چوب رو تو اشکال هندسی، یه شکل هندسی رو شما توی موقعیتی میبینی، میبینی زوزنقه است، بعد یه دفعه میذاری یه جای دیگه میگه اه این که اینجوری نیست که، پس چرا من اونجوری فکر میکردم؟ این اشتباهی که انسان در تصویر، در نگاه کردن به یه شکل هندسی میکنه. دوستان من، الهی دورتون بگردم، کل زندگی ما اسیر اینجور نگاه های غلطیم. خودمون رو رها کنیم غلطتر تر هم میشه نگاه همون. مثلا نگاه کنید یه نمونه سادش، ماها نمیتونیم تصور کنیم به زودی از این دنیا میریم، فکر کنیم همیشه هستیم، حالمون مثل کسی که همیشه هست و ما واقعی نیستیم دیگه. بعد دم مردن، لحظه جان دادن، میگیم یه روز بیشتر انگار تو این دنیا نبودیم. اون واقع بینیه. خب اون واقع بینی رو چرا الان نداریم؟ بیچاره است بشر برای رسیدن به واقع بینی. قرآن کریم دنبال اینه که انسان خیال پرداز رو تبدیل بکنه به انسان واقع بینی.
واقع بین که باشی میفهمی کسی ارزش دوست داشتن نداره، رها میشی. واقع بین که باشی میفهمی کسی ارزش این که ازش بترسی نداره. واقع بین که باشی میفهمی که هیچ آرزوی ارزشش رو که تو خودتو فداش بکنی نداره. کی بیشتر عاشق میشه؟ کسی که واقع بینه. واقع بینی منو خدا واقع بین کنه.